امیدوارم که صفحه رو دوباره بتونید تصویر دوباره بتونید مشاهده بکنید. سوالاتتون رو یک بزرگواری بکنید، سوالاتتون رو مشکل نداره بنویسید، من در انتهای صحبتم حالا سوالات رو سرجم میکنم و یاد و بهتون پاسخ میدم. فقط اگر لطف بکنید و سوالات رو همه رو تو یک پیام یا پیام ها رو کم بدید که من بتونم سریعتر ریویو بکنم و بهتون پاسخ بدم، فکر میکنم بهتر باشه. پلیمرهای اصلی یا مواد ترموپلاست اصلی یا پلاستیک های اصلی، من فایل پرزنتیشن رو خدمتتون نمتاسفانه نمیتونم ارسال بکنم، اما ریکورد این جلسه رو با توجه به اینکه حالا قطعی زیاد داشتیم، ریکورد این جلسه رو الان شروع کردم به گرفتن و ریکوردش رو خدمتتون میفرستم، مشکل نداره، ریکورد تصویرش رو خدمتتون ارسال خواهم کرد، اما فایل پرزنتیشن رو نمتاسفانه عذرخواهی میکنم. انواع پلیمرهایی که به صورت صنعتی وجود دارن و غالبا توی بازار استفاده میشن، من اینجا به صورت تیتروار خدمتتون آوردم برای اینکه حالا یک بار به چشمتون ببینید و به گوشتون شنیده باشید. این پلیمرها یا این ترموپلاست ها یا این پلاستیک ها به اصطلاح بسیار پرکاربرد هست، هم در کشور خودمون هم به طور کلی تو جهان خیلی پرکاربرد و پر استفاده است. از جمله پلی اتیلن که با نماد پی ای نمایش داده میشه، یعنی میتونید جایی اگه دارید ممکن رو کیسه هاش مثلا پی ای ببینید، منظور پلی اتیلن هست. پلیمر بعدی پپه اصطلاح هم بهش میگن، یا پلی پروپیلن، جزء مواد دیگری هست که در صنایع مختلف قابلیت استفاده داره. پی بی یا پلی بوتیلن، پلی بوتیلن هست مواد پلیمری بعدی که در صنایع مختلف استفاده میشه، به خصوص در صنایع پزشکی مورد استفاده قرار میگیره. پلی وینیل کلوراید یا پی وی سی که در این هم در صنایع مختلف استفاده میشه، به خصوص در بخش‌های مختلفی که نیاز به آب بندی دارن، نیاز به حالا درز بند دارن، از مواد پی وی سی استفاده میشه. مواد پی وی ای یا پلی وینیل استات هست که این هم در صنایع مختلف مثل صنایع پوشاک مورد استفاده قرار میگیره. پی اس یا پلی استایرن رو هم شما میتونید در صنایع مختلف مثل صنایع غذایی ردپاشو ببینید و مشاهده بکنید. ماده بعدی پلیمر بعدی پی ام پی یا پلی متیل پنتن هست یا پنتن هست که این مواد هم در صنایع مختلف از قبیل صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیره. ABS اختصاری هست از عبارت اکرونیتریل بوتادین استایرن که در صنایع مختلف به خصوص در صنایع خودرو مورد استفاده قرار میگیره به دلیل مقاومت بالایی که داره. و پلی آمید رنج بعدی از محصولات پلیمری یا پلاستیکی هست که به خاطر انعطاف پذیری بالایی که داره میتونه به عنوان ضربگیر یا آب بند مورد استفاده قرار بگیره و در صنایع مختلف از جمله صنایع خودرو میتونه استفاده بشه. حالا این مثالایی که من خدمتتون عرض کردم از صنایع مختلف، اینها محدود نیست، طبیعتا شما میتونید ردپای هر کدوم از اینها رو تو صنایع مختلف هم مشاهده بکنید، تقریبا همشون تو همه صنایع قابلیت استفاده و بهره برداری دارن. این انیمیشن رو بتونید ببینید، همطور که مشاهده میکنید مواد گرانولی از روی مخزن از روی قیف ریخته میشن در داخل ماردون به واسطه اسکروپمپی که قرار گرفته به سمت چپ هدایت میشن و تو این مسیر دمای این مواد گرانولی افزایش پیدا میکنه تا به شرایط مناسب یا به ویسکوزیته به اندازه کافی کمی برسن تا بتونن پمپ بشن داخل قالب و فضای خالی داخل قالب رو پر بکنن. همونطور که تو تصویر پایین مشاهده میکنید این مواد مذاب فضای بین دو صفحه قالب رو که الان چند دقیقه دیگه راجبش با شما بیشتر صحبت میکنم پر میکنن و به این ترتیب اصطلاحاً مولدینگ یا قالبگیری انجام میشه. مواد مذاب وارد محفظه قالب میشن و بخشهای خالی رو پر میکنن و نهایتاً اون چه که ما بهش میگیم قطعه تولید میشه. بعد از اینکه مواد مذاب داخل
قطعه منجمد شد، سرد شد و شکل سالید، شکل جامد به خودش گرفت به واسطه پروسه‌ای که بهش میگن اصطلاحا پروژه اجکشن یا پران یا اجکت، قطعات به بیرون از قالب هل داده میشه و قطعه قابل استفاده است. البته خب دماش بالاست ولی خب به صورت سالید و جامد در اومده و قابلیت استفاده رو داره. بخش سمت چپ دستگاه که خب خدمتتون عرض کردم که در واقع بهش قالب گفته میشه، خب نکنید دوستان، این تصاویر شماتیکی از یک قالب تزریق پلاستیک است. یک قالب تزریق پلاستیک به صورت کلی بخوام راجعش صحبت بکنم شامل دو صفحه اصلی و دو بخش یا دو پارت اصلی میشه که بهش اصطلاحا میگن بخش های سنبه و ماتریس یا کور و کویتی. بخش کور بخشی هست که قسمت های تورفته قطعه ما رو تشکیل میده و درست میکنه و خودش شامل برآمدگی هایی هست. یعنی در این تصویری که در اینجا مشاهده میکنید، در دو تصویر بالا، کفه سمت راست بخش کور یا سنبه هست که به واسطه برآمدگی هایی که داره در واقع قسمت های تورفتگی های قطعه پلاستیکی ما رو میتونه تشکیل بده و درستش بکنه. از طرف دیگه کفه سمت چپ، حالا اینجا در واقع سمت چپ قرار گرفته، تو این تصاویر سمت چپ قرار گرفته، بهش اصطلاحا هم میگیم ماتریس یا کویتی و شامل تورفتگی هایی هست و این تورفتگی ها میتونه قسمت های برآمده قطعه ما رو تشکیل بده و درست بکنه. لازمه که شما در طراحی قالب های تزریق پلاستیک به این موضوع توجه داشته باشید که کدوم قسمت ها از قطعتون در واقع برآمده هست و کدوم قسمت ها تورفته هست و بر حسب این تورفتگی ها و برآمدگی ها قالبتون رو طراحی بکنید. البته نرم افزارها خیلی کمک میکنن برای اینکه بتونیم ما تشخیص بدیم این موضوع رو که خب کدوم قسمت رو بتونیم چطور، هر قسمت رو بتونیم چطور طراحی بکنیم. اما لازمه که حتما خود اپراتور، خود ماهایی که در واقع طراحی رو انجام میدیم، هم یک دید مناسبی به بخش‌های مختلف قالب داشته باشیم. ناگهان دوستان تو تصویر پایینم یه چیزی من می‌خواستم این رو توضیح بدم. ناگهان دو قطعه‌ای که دو تا صفحه وقتی روی هم دیگه بسته میشن، یک فصل مشترکی این وسط باقی میمونه که بهش میگن اصطلاحاً صفحه جدایش یا خط جدایش یا پارتینگ پلین یا پارتینگ لاین. اون سطح جدایش یا خط جدایش درکش بسیار مهمه که بتونیم بر اساس اون صفحات مختلف قالب رو طراحی بکنیم. حالا من یک کیس رو توی همین جلسه‌مون، حالا تا اونجا که زمان داشته باشیم، گام به گام با شما پیش میرم تا شما متوجه در واقع داستان بشید و بعد بیشتر اونجا توضیح راجبش میدم که الان این منظور از این صفحه جدایش یا خط جدایش چی هست. خب قالب ها دو دسته کلی هستند، دو فرمت کلی دارند. قالب ها میتونن چند حفره‌ای باشن، اصطلاحا یا مالتی کویتی باشن، یا میتونن تک حفره یا سینگل کویتی باشن. منظور از چند حفره و تک حفره اینه که با هر بار باز و بسته شدن قالب، اگر چند قطعه از داخلش اجکت بشه و بیرون بیفته و اصطلاحا چند قطعه تولید بشه، به اون قالب میگن اصطلاحا قالب چند حفره‌ای یا مالتی کویتی. اما اگر با هر بار باز و بسته شدن قالب فقط یک قطعه تولید بشه، یک قطعه اجکت بشه و بیرون بیفته، بهش میگن یک قالب تک حفره. عموما قالب های چند حفره‌ای راندمان مالی بهتری دارن، یعنی اینکه خب چون استهلاک دستگاه بالاست، مصرف انرژی دستگاه های تزریق پلاستیک معمولا بالاست، خب تولید کننده ها ترجیح میدن که با یک بار عمل کرده دستگاه قطعات بیشتری از دستگاه بگیرن و این باعث میشه که خب دستگاه زمان کمتری کار بکنه یا اصطلاحا تعداد ضربی تا شات کمتری کار بکنه و خب مقرون به صرفه تر باشه.
بنابراین قالب های چند حفره‌ای معمولا در کانون توجه از این جهت قرار میگیرن. اما بعضی از قطعات محدودیت هایی وجود داره، مثل قطعات خیلی بزرگ یا قطعات خیلی پیچیده محدودیت هایی دارن که امکان چند حفره‌ای در نظر گرفتن قالب هاشون نیست. یعنی قالب ها باید حتما تک حفره‌ای باشن که بتونه اون قطعه با کیفیت و به شکل مناسبی در واقع تعبیه بشه و در بیاد. حالا من اینجا مثالی که برای شما میزنم و مثالی که با شما با هم دیگه پیش میبریم، یک قالب دو حفره هست که شما متوجه حالا تعریف قالب دو حفره باشید. قالب تک حفره رو حالا اگه فرصتی بعداً پیش اومد من یک قالب تک حفره رو هم براتون کارش رو انجام بدم که ببینید. ولی خب پیچیدگی های قالب تک حفره به طور کلی پیچیدگی های قالب تک حفره کمتر از قالب چند حفره هست. خب آره من خب قبلا آخه عکس گرفتم، قبلا همشو عکس گرفتم، دوستشم الان انجام بدم براتون که به صورت لایو ببینید که چه مراحلی انجام میشه و یه مقدار اون نکاتش رو و ریزکاریاش رو خدمتتون توضیح بدم، اما نشد متاسفانه. حالا من مجبورم صرفا از رو همین عکس هایی که دارم کار رو توضیح بدم. امیدوارم براتون حالا مفید باشه. سعی میکنم انشالله تو یک جلسه دیگه ای حالا انشالله این مشکلات برطرف بشه این رو یه مداری مفصل‌تر پیگیری بکنیم. خب نکته دو آیتم خیلی خیلی مهم رو باید در طراحی قالب ها بهش توجه داشت. یک این که قالب های تزریق پلاستیک به واسطه اینکه سطوحشون روی همدیگه اسلاید دارن، لغزش دارن، حتما باید یک شیبدهی مناسب داشته باشه. منظور از شیبدهی اینه که ملاحظه بکنید توی تصویر بالا، من بند دو که نوشتم تصویر بالا میتونید ببینید، نکنید قطعه قرمز رنگ سمت راست، در واقع سمت راست شکل قطعه قرمز رنگ سطوح در واقع زاویهشون با هم دیگه، زاویه سطوح با خط با جهت حرکتی که دارن در واقع چک میکنم. مرسی از پیشنهادتون. چشم چک میکنم. نکنید زاویه عمود داره، یعنی لبه های قطعه قرمز رنگ که نگاه بکنید نسبت به سطح جدایش، نسبت به سطح جدایش زاویه عمود داره و این بسیار قطعه ما رو های ریسک میکنه از جهت تولید، از این جهت که وقتی که زوایا اینطوری نسبت به همدیگه کاملا قائم قرار میگیرن، وقتی سطوح روی همدیگه میلغزن استکاک بسیار بالایی ایجاد میکنه. این استکاک بالا میتونه منجر به گیر کردن سطوح به هم بشه و قطعات ممکنه در خروج از داخل قطعه از داخل قالب وقتی میخواد خارج بشه احتمال داره که اعوجاج به وجود بیاد، در واقع قطعه از بین بره، آسیب ببینه و از اون بدتر حتی ممکنه قالب آسیب ببینه. حالا قطعه خیلی شاید چون هزینه زیادی نداره میتونه حالا دوباره تولید بشه و هیچ مشکلی نیست، اما وقتی قالب از بین بره هزینه های بسیار سنگینی باید دوباره صرف بشه برای اینکه قالب تعمیر بشه، اصلاح بشه یا حتی دوباره از نو ساخته بشه. به همین جهت یک زاویه‌ای در نظر میگیرن که این زاویه به صورت همگرا از سمت کور به سمت کویتی هست. تو تصویر بالا اگه دقت بکنید صفحه پایین کور هست، صفحه بالا کویتی، صفحه پایین انگار سنبه هست، صفحه بالا کویتی هست و این زاویه دهی به صورتی هست که از سمت کور به سمت کویتی قطعه رو تیپرد یا کونیک یا تیزش میکنه و این باعث میشه که زاویه طوری باشه که صفحات بتونن به راحتی از همدیگه جدا بشن با حداقل استکاک و تولید قطعه با کیفیتی بهتری بیشتری انجام بشه. برای شیبدهی سطوح دوتا آیتم رو خیلی باید بهش توجه بکنیم. یکی این که این زوایا نمیتونه هر چقدر که ما بخوایم زاویه در نظر بگیریم، این زاویه باید حتما در حدی باشه که این قطعات، خب ممکنه مثلا شما این مجموعه مونتاژی دارید قطعات پلاستیکی رو میتونید در واقع ممکنه با همدیگه بخواید مچ بکنید، بخواید با همدیگه مونتاژ بکنید، اسمبل بکنید، اگر این زوایا رو هر چقدر که بخوایم در نظر بگیریم قطعا توی مونتاژ با مشکل مواجه میشیم. این یک. و دو این که طبیعتا این زاویه هرچی بیشتر باشه
ضریب اصطکاک بین سطوح قطعه و سطوح قالب کمتر میشه و خب از این جهت در واقع مزیت داره. ما همواره باید دو تا آیتم توجهش بکنیم. زوایا رو حتما به اندازه‌ای که این باید حساب بکنیم که زوایا چقدر باشه هر عددی در نظر بگیریم، و دو اینکه تو محاسباتمون تا اونجایی که میتونه این زوایا به سمت بیشتر شدن بره. مثلا اگه ما میتونیم به فرض میگم میتونیم توی مونتاژمون از زاویه مثلا نیم درجه تا 1.5 درجه داشته باشیم و مشکلی هم توی این وسط نداریم، خب 1.5 درجه استهلاک کمتری برای قالب به وجود میاره و شرایط تولید رو خیلی راحت تر میکنه، زاویه بالا بهتره. ولی خب باز اینم باید توجه داشته بکنیم که معمولا زاویه بالا تو بحث مونتاژ خیلی پسندیده نیست، خیلی جالب نیست، یعنی ممکنه قطعه ما رو یه قطعه دفرمی نمایش بده. باید همه اینها رو همشو باید با هم دیگه بهش در واقع توجه داشته باشیم. ولی خب به طور کلی زاویه باید داشته باشه، سطوح باید با هم دیگه زاویه داشته باشن برای اینکه تولید بتونه با کیفیت بالاتری و با دقت بیشتری انجام بشه. این یک. دومین آیتمی که باید خیلی در طراحی قالب بهش توجه بکنیم ضریب انقباض قطعه هست. نکنید هر کدوم از اون مواد پلاستیکی که من خدمتتون مثال زدم و تو چند تا اسلاید قبلی خدمتتون گفتم، اینها یک ضریب انقباض یا اصطلاحاً شرینکیجی دارن که تعیین میکنه بعد از مثلا به ازای 100 درجه سانتیگراد تغییر دما چه درصدی طول قطعه جابجا میشه. مثلا به فرض میگم به ازای مثلا مادهی مثلا پلی استایرن به ازای 100 درجه، یعنی دلتا تی 100 درجه، 100 به ازای 100 درجه تغییر دما مثلا 1% تغییر طول داره. یعنی یک قطعه که طولش 10 سانتی متر هست 10 سانت و 1 میلیمتر طولش زیاد میشه یا مثلا 1 میلیمتر کم میشه، بعضی 1 میلیمتر میتونه طولش کم و زیاد بشه. این خیلی مهمه که شما باید توجه بکنید. در واقع شما توی پروسه طراحی قالب باید نگاهتون به اون قطعه نهایی باشه و ببینید که اون قطعه نهاییتون چطور خواهد. مثلا به فرض میگم اگه قطعه شما طولش به عنوان مثال برابر 10 سانتی متر هست، شما باید طراحی قالب رو بر اساس طول 10.1 سانتی متری انجام بدید که وقتی یک قطعه سرد شد و از خروج از قالب و منقبض شد به اون اندازه هایی که مد نظر شما هست برسه. این موضوع خیلی مهمه، اگه بهش توجه نکنیم به خصوص در قطعاتی که در محصولاتی که چند قطعه ای هستن، این قطعات روی همدیگه دیگه مونتاژ نمیشن یا کج و کوله مونتاژ میشن و به هم ریخته میشن. ممکنه حالا تو بعضی از محصولاتی که کیفیت تولید پایین دارن این اوریج رو شما ببینید، مثلا خیلی ممکنه یک قسمتش کج باشه، یک قسمتش مثلا زاویه داشته باشه یا اصلا رو هم دیگه خوب نشینه، آب بند نباشه. اینا همش به خاطر اینه که اون ضریب انقباض یا اون شرینکج اصطلاحاً با دقت بالا در نظر گرفته نشده و این میتونه کار رو یه مقدار سخت بکنه. از این جهت بنابراین دو تا آیتم، یک شیبدهی سطوح که اصطلاحا تو نرم افزار کتیبه بهش درفت میگن، درفتینگ یا درفت بهش گفته میشه، و دو تعریف ضریب انقباض یا شرینکیج هست که باید این دوتا رو حتما در طراحی قالب هامون مد نظر قرار بدیم. بخش بعدی که باید بهش توجه بکنیم، حالا اینها رو دیگه این مراحل دیگه مراحل یه سو نرم افزار انجام میشه، من اینجا صرفا باید بسنده بکنم به توضیحات شفاهی، حالا امیدوارم که بعدا بشه اینها رو به شما به صورت عملی هم عرض بکنم و بگم. خب ناگهان اولین کاری که انجام میدید، ناگهان یک نکته خیلی مهم حالا اول کار من خدمتتون بگم، طراحی قالب‌های تزریق پلاستیک در نرم افزار کتیا در دو محیط انجام میشه. دو تا محیط ما داریم در نرم افزار کتیا، محیط کور انکویدی دیزاین و محیط مولد تولینگ دیزاین. در محیط کور انکویدی دیزاین کاری که ما انجام میدیم اینه که صفحات جدایش رو تعریف میکنیم، یعنی تعریف میکنیم که من اگر توی چند تا اسلاید قبلی بیام فهم کنم بهتر باشه، تعریف میکنیم که توی این مثلا تصویر سمت چپ، تصویر سمت راست و ساید سمت راستش که انگار کور یا سنبه در نظر گرفته میشه، ملاحظه بکنید کل سطح مستطیلی بیرونی به انضمام این بخش مکعبی که شما به صورت برآمده میبینید، جدارهاش و خود سطح، اینا همشون من حیث مجموع بهش
بخش کور گفته میشه، یعنی باید این رو ما تو نرم افزار به عنوان کور معرفی بکنیم، همه این قسمت رو. و برای بخش سمت چپ، برای ساید سمت چپ هم که کویتی هست، هم بخش مستطیلی که حالا سوراخ‌هایی داره یا پین‌هایی داره یا بخش‌های مختلفی داره، و هم بخش تورفته که 4 تا جداره داره و یک کف داره، کل این قسمت رو بهش در واقع کویتی پلیت گفته میشه، همش به عنوان کویتی پلیت شناخته میشه و باید توی در واقع توی نرم افزار این دو بخش رو تعبیه بکنیم با ابزارهایی که محیط کور اند کویتی دیزاین در اختیارمون قرار میده. حالا من فعلا توی این محیط هستم، تا حالا توضیح بیشتر راجع به این محیط رو خدمت شما عرض بکنم و تکمیل بکنم. خب نکنید تو نرم افزار به شکل پیش‌فرض بخش کور یا بخش سنبه رو به رنگ قرمز نمایش میده و بخش کویتی یا ماتریس رو به رنگ سبز نمایش میده. این رنگ ها قابل تغییر هم هست، ولی خب شماتیک نرم افزار برای اینکه راحت‌تر قابل تشخیص باشه رنگ های متمم رو استفاده کرده که قشنگ قابل تفکیک باشن اینها از هم دیگه. نکته‌ای که باید توجه بهش بکنید اینه که نرم افزار بر اساس اینکه لبه جدایش یا سطح جدایش قطعه کدوم ناحیه هست، این سطوح رو تشخیص میده و از هم دیگه جدا میکنه. من لبه این رینگ رو، این رینگ ها رو انتخاب کردم، لبه رینگ ها رو انتخاب کردم برای اینکه در واقع این قسمت رو انتخاب کردم برای اینکه شما بتونید برای اینکه سطوح در واقع از هم دیگه تفکیک بشه و جدا بشه، که به این ترتیب خب قسمت سبز رنگ و قرمز رنگ رو به عنوان کویتی و کور از هم دیگه تفکیک کرد. نکته‌ای که باید اینجا بهش توجه بکنیم اینه که اگر بخش‌هایی از قطعه شما، از قطعه نهاییتون سوراخ هستند، مثل این سوراخ‌های وسطی که شما تو این قطعه، این دو تا سمت دارید مشاهده می‌کنید، حتما باید تو این نواحی کویتی و کور به همدیگه برسن، با همدیگه تماس داشته باشن. در واقع تماس داشتن صفحات کور و کویتی در قالب تزریق پلاستیک مانع از ورود ماده مذاب در بین اونها میشه و نهایتاً قطعه پایانی، قطعه نهایی ما یک قطعه سوراخ‌دار خواهد بود، به واسطه اینکه مواد مذاب توی این وسط این دوتا صفحه وارد نشده. این باعث میشه که اون قسمت سوراخ باشه و قسمت هایی که سوراخ نیست، یعنی ماده پلاستیکی هست حالا به صورت های مختلف، اینا حتی تو این نواحی حتما باید بین کور و کویتی فاصله باشه تا مواد مذاب بتونه این وسط جاری بشه و به واسطه جریان پیدا کردن مواد مذاب اون بخشو پر بشه و اصطلاحا راه بدر میگن، حالا اصطلاح صنعتیش میگن راه بدر نباشه، یعنی مثلا که بینشون یک زخامتی، یک بخشی در نظر گرفته شده باشه. بنابراین من باید تو تعریف صفحات، نکنید من بند چهارم رو نوشتم، تعریف صفحه جدایش، بند پنجم رو نوشتم اصلاح و ترکیب صفحات. یعنی اصلاح منظورم اینه که اون قسمت های سوراخ رو باید، نکنید تو تصویر پایین یه مقدار الان مشخص تره که تو تصویر بالا اون سوراخ، اون سوراخ های وسط قشنگ خالیه، یعنی پشت صفحه، پشت آبی رنگ قشنگ دیده میشه، اما پایین مثلا پایین اینها پر شده، این صفحات، این سوراخ های وسط پر شده و دیگه راه به در نیست. من در واقع اینجا پرش کردم با صفحات کور و کویتی که ماده مذاب نتونه وارد بشه و در واقع در قطعه نهاییمون سوراخ بمونه. این در واقع این پروسه تغییر قالب هست، تغییر قطعمون دیگه نیست، در جریان باشه. خب من از این اسلاید رد میشم، اگرچه که خیلی نکته داره، خیلی بحث داره، خیلی آیتم نرم افزاری داره، ولی خب حالا اگه فرصت شد بعدا تو نرم افزار من خدمت شما عرض خواهم کرد. خب بخش بعدی، نکنید ما کارمون در محیط کور اند کویتی دیزاین در حد تعریف قطعات به انتها میره، تعریف صفحات کور و کویتی به انتها میرسه و میتونیم وارد محیط مولد تولین دیزاین بشیم. محیط مولد تولین دیزاین امکان تعریف خود قالب رو برای ما فراهم میکنه. این صفحاتی که برنگ سبز و قرمز، حالا شما در اسلاید قبلی هم دیدید، الان هم دارید مشاهده میکنید، این صفحات صرفاً به ما کمک میکنه که بتونیم قالبمون رو طراحی بکنیم، قالب رو طراحی بکنیم و تو همین مرحله اول به کمک ما میاد. از این مرحله به بعد دیگه، تو همین اسلاید در واقع به کارمون میاد، تو من اسلاید بعدی دیگه
خیلی پر استفاده نیست. من هایدش کردم تو استودیو بعدی، یه هایدش کردم، مخفیش کردم که قابل مشاهده نباشه، که شما تمرکزتون دقیقاً روی قالب دیگه از این به بعد قرار بگیره. کاری که انجام میدم اینه که یه قالب به صورت پیش‌فرض تعریف میکنم. فقط حتما باید سایز قالب به صورتی باشه که در واقع در برگیرن داخل اون صفحات سبز رنگ و قرمز رنگ بشه. اون صفحات سبز رنگ و قرمز رنگ میخواد بعداً به عنوان ملاک برش قطعات قالب ما استفاده بشه. یعنی ما قالب رو میخواییم بر اساس صفحات سبز و قرمز برش بدیم. به همین خاطر این صفحات سبز و قرمز باید از قالب بیرون بزنه. همونطور که مشاهده میکنید، به خصوص در تصویر پایین، همونطور که مشاهده میکنید اون خط قرمز که لبه های قطعه هست از قالب ما که حالا به صورت بودات مستطیل، یکی ارغوانی رنگ، یکی دیگه رنگش مثلا گلبهیه، از اون بیرون زده که بتونه عملیات برش رو و کار برش رو به درست به خوبی برای ما انجام بده. تو تعریف سایز قالب محلشی، چون تعریف سایز قالب سایزینگ قالب میشه، این نکاتی هست که حالا من باز بعدن بعداً باز تو نرم‌افزار خدمت شما عرض بکنم، موارد مهمی هست. ولی خب اینجا میتونید تقریبا میتونید جزئیات قالب رو مشاهده بکنید. البته من فکر کنم که زوم کنم بهتر بتونید ببینید، اینطوری احتمالاً اینطوری بهتر دیده میشه. نکنید این بخش‌های مختلفی هست که شما توی قالب باهاش مواجه هستید و این اندازه هایی که میبینید اندازه های پیش‌فرض خود نرم افزار هست. اندازه ها رو همه رو باید بیشتر اندازه ها رو باید بعداً تغییر بدید، یعنی به سایزی در بیارید که براتون قابل تأمین هست، یعنی میتونید از بازار تهیه بکنید و اصلا منطقی ممکنه نباشه بعضی سایز ها ممکنه لازم باشه که حتما بسته و قطعه شما تغییر بکنید. مثلا ما کلمپینگ داریم، کویدی ساپورت داریم، کور ساپورت داریم، رایزر بار داریم، ستینگ داریم، ای پلیت و بی پلیت داریم، دو تا سایز لنگس و وایس داریم، در واقع طول و عرض قالب و اوورهنگ طولی و عرضی داریم که حالا من کم کم راجع به این موارد، حالا این جلسه شاید نشه ولی با شما صحبت خواهم کرد، حالا اگر که جلسه بعدی ما بتونیم تشکیل بدیم اونجا راجع به این موضوع با شما صحبت خواهم کرد. خب نکنید به کمک این سطوح، به کمک سطوح سبز و قرمزی که ما داشتیم، اومدیم صفحات قالبمون رو قسمت قرمز رنگ که قسمت کویتی هست، نکنید کویتی قرار بود که توش حفره مانند باشه دیگه، قرار بود که توش خالی باشه، قسمت قرمز رنگ به صورت به عنوان حفره و قسمت ارغوانی رنگ یا بنفش رنگ به عنوان سنبه در اثر برش دادن صفحات قالب به وجود میاد و شما میتونید یک شماتیکی ازش اینجا مشاهده بکنید. نگوید وسط قسمت سنبه که تو تصاویر، دو تا تصویر پایین، تصویر سمت راستی در واقع سنبه یا کور هست، ما سه تا، ما در واقع پنج تا پین داریم که سه تا از این پین ها، من اگر روش یکم چیز کنم، یکم زوم بکنم بهتر احتمالا بتونید اینجا مشاهده بکنید. نکنید این سه تا پین ها تو هر کدوم از این حفره ها، یعنی یک قطعه دو حفره است، یک قالب دو حفره است، تو هر کدوم از این حفره ها نکنید این سه تا پین، سه تا پین راه به در اصطلاحاً، یا سوراخ‌هایی که این سوراخ‌هایی که توی قطعه از این ستا پین هست، اینها سوراخ‌ها تهش بازه، یعنی انگار مثلا چون آب اگه توش بریزین از این ستا سوراخ رد میشه، اما این سوراخی در اثر این دوتا پین به وجود میاد تهش بسته است، یک ضخامت 4 میلیمتری داره. حالا من فایلش رو خدمتتون ارسال خواهم کرد، فایلش رو مشاهده بکنید. یک چیز بسته، سوراخ تهش بسته، ضخامت 4 میلیمتری بسته است، به همین خاطر پینش کوتاه شده که مواد مذاب بتونه روی سر این پین قرار بگیره و در قطعه نهایی قطعه رو ببنده. اما این سه تا پین رو حتم از حفره، در واقع 6 تا پین، اینها ارتفاعش اونقدر زیاده که به بخش ماتریس یا بخش کویتی میرسه. اینو دارید باز بکنم سرعت اینترنت رو، به بخش کویتی میرسه و آب بندی ایجاد میکنه. دقیقا نکنید محل قرار گیریش هم همینجا روی کویتی علامت گذاری شده، اینجا وصل میشه، آب بند میشه و مانع از ورود ماده مذاب تو این وسط میشه و در واقع در قطعه نهاییمون شما اینجا رو به صورت سوراخ باز مشاهده میتونید بکنید. پس مرحله بعدی، مرحله 8 و 9 برش صفحات قالب و مرحله 9 بررسی سواد قالب. شما حتما پیشنهاد میکنم که بعد از اینکه برش دادید،
نکنید اینجا برش خورده. من برای اینکه مشاهده بکنم و مطمئن بشم که نرم‌افزار کارو به درستی انجام داده و آماده است برای مرحله بعدی، هر کدوم از این دو صفحه رو جداگانه باز کردم، جداگانه نمایش دادم، در واقع مشاهده کردم که مطمئن بشم که به درستی این کار انجام شده. خب بخش بعدی اضافه کردن پین‌های راهنما هست. من قبل از اینکه روی این بخش به شما توضیحی بدم، برم دوباره روی سر اون تصاویری که از قالب داشتم. خب مشاهده بکنید اینجا هر کدوم از صفحات قالب دارای یک سری پین‌های برآمده‌ای هست، یک سری پین‌های خیلی بلندی هست که اینها رو ما اصطلاحا بهش میگیم پین راهنما یا لیدر پین. کار این پین‌ها اینه که چون قالب به صورت عرضی حرکت میکنه، شما توی این تصویر سمت چپ میتونید این رو مشاهده بکنید، قالب به صورت یعنی به صورت افقی در واقع حرکت چون میکنه، این پین ها کمک میکنه که دو صفحه قالب در جای مناسبی روی همدیگه قرار بگیره. یعنی اگر مثلا به فرض میگم دستگاه اگر کامل، دستگاه تزریق پلاستیک اگر کامل در واقع توی یک تراز مناسبی قرار نداشته باشه، این پین ها کمک میکنه که دو صفحه قالب در جای مناسبی بشینه و قطعه نهایی قطعه دقیقی تولید بشه. اگر این پین ها نباشه، ممکن دو صفحه قالب با یک تولرانسی بالاتر یا پایین تر قرار بگیرن و نهایتا قطعه نهایی که ما میتونیم به دست بیاریم یک قطعه ایرادداری ممکنه باشه اگر این پین های راهنما نباشه. پین های راهنما نکنید از این قسمت هایی که بسیار برآمده هست. حالا توی سمت کویتی اگر مشاهده بکنید ما 4 تا پین راهنما داریم، سمت کور اگر مشاهده بکنید ما 8 تا پین راهنما داریم. البته اون حالا این دو تا این 4 تا پین کوچیک‌تر پین راهنما نیست، حالا اگه فرصتشو به شما خواهم گفت، اگه چه که نقش پین راهنما رو داره اما به عنوان پین راهنما ازش اسم برده نمیشه. اما 8 تا پینی که قطورتر هست پین راهنما هست، اسمش لیدر پین هست و نکنید ضخامتش هم بسیار بالاست، استحکامش هم معمولا بسیار بسیار بالاست، به راحتی نمیشکنه، به راحتی تغییر شکل نمیده و قشنگ میتونه قالب رو در اثر حرکت افقی به سمت بالا یه مقدار بکشه، یعنی در واقع قشنگ جاش رو درست کنه، قشنگ جاش رو به جای ایدئال در جای ایدئال خودش قرار بده. ما یه سری پین داریم پس اینجا که این پین ها داخل سوراخ میشن، اما از طرف دیگه چون نکنید چون صفحات قالب از جنس فولاد هایی هستن که این فولاد ها در واقع انعطاف پذیریشون نسبت به خود پین پایین هست، اگر احیانا قالب ها دو صفحه قالب سنتر نباشه، دقیقا توی یک تراز قرار نداشته باشه، بعد از چند ضربی که قالب هایی داره باز و بسته میشه به واسطه اینکه این پین هایی برخورد میکنه به صفحات قالب، قالب رو دفرمه میکنه، ممکنه جای سوراخش رو روی قالب روی سمت دیگه قالب ممکنه گشاد بکنه، باز بکنه و این باز باعث میشه که در واقع قالب اون دقت خودش رو از دست بده. برای اینکه این اتفاق نیفته، در واقع این محل ورود پین‌ها به صفحات روبرو به مرور گشاد نشه و بازتر نشه و ایراد پیدا نکنه، روی اون نواحی اصطلاحاً بوش گذاشته میشه، یه سری بوش هایی گذاشته میشه که باز توی این تصویر میتونید مشاهده بکنید. من یکم زوم بکنم احتمالا وضوحش بیشتر میشه. ناگهان یه سری بوش هایی گذاشته میشه که این بوش ها هم استحکام بسیار بسیار بالایی داره، از استحکام صفحات قالب خیلی بیشتره و مانع از دفرمه شدن صفحات قالب میشه و قشنگ میتونه پین راهنما میتونه داخل این بوش ها قرار بگیره و خیال ما از این جهت که قالب بعد از چندین ضرب که حتی در تراز هم نباشه آسیب نخواهد دید، یعنی هیچ مشکلی براش به وجود نخواهد آمد. این پس بحث پین راهنما. حالا من این رو شمادیگیش رو تو نرم افزار کاری که انجام باید بدیم رو به شما نمایش بدم. این بخش ها این پین های راهنما هست. حالا من تو یک طرف قالب قرار دادم. معمولا دوستان من معمولا پین های راهنما از سمت کور به سمت کویتی هست، یعنی معمولا پین های راهنما روی سمت کور میشینه، اما خب استثناءاتی هم داره، مثلا اون شکلی که من براتون گذاشته بودم بعضی از قالب ها
حالا یه مثلا پین‌های راهنما رو بخش کویتی می‌ذارن یا اینکه هر دو طرف می‌ذارن. مثالی که الان من عکسش رو به شما نشون داده بودم هر دو طرف داشت، یعنی هم روی صفحه کور هم روی صفحه کویتی شما در واقع پین‌های راهنما رو داشتید. پس این پین‌های راهنما که روی صفحه کور قرار داده میشه، اینکه چه سایزی براش در نظر بگیریم و اصلا چطور این رو تعبیه بکنیم یک پروسه مفصلی داره که اینو هم باید به شما نرم افزاری نمایش میدم. متاسفانه نشد، حالا اگر باز فرصت بشه اینا رو به شما نرم افزاری نمایش خواهم داد. دقیقا در محل قرارگیری پین های راهنما و روی سطح مقابل، یعنی مثلا من اگر پین های راهنما رو روی سطح کور قرار دادم که به رنگ بنفش هست، بوش های راهنما روی ساید مقابلش، یعنی روی ساید کویتی باید تعبیه بشه، قرار داده بشه. این بوش های راهنما هست که در محل ورود پین دقیقا تو این ناحیه قرار میگیره و در واقع میتونه پین رو قشنگ به داخل کاش هدایت بکنه و مانع از آسیب دیدن صفحه کویتی در اثر برخورد با پین راهنما بشه. پس محله دهم اضافه کردن پین راهنما و محله یازدهم اضافه کردن بوش راهنما یا لیدر پین ها و بوش. مرحله بعدی اضافه کردن، من زمانم متاسفانه داره خیلی سریع داره سپری میشه، زمان زیادی ندارم. من فقط تا همین اسلاید 13 رو، تا همین اسلاید گنا هستیم رو خدمت شما خواهم گفت و بقیش حالا بذاریم توی یک فرصت دیگه بهتون بگم تا راجبی موضوع رو نمیدونم سرعت سایت هم باید بهتر بشه و بعد یک زمانی میخوام بذارم برای اینکه حالا اگه سوالی پرسیدید بهش پاسخ بدم و باهاتون صحبت بکنم. خب بخش بعدی اضافه کردن ساپورت و کفشک ها هست. نگید من تو مرحله اول و تو مرحله قبلی در واقع بخش های مختلف قالب رو آوردم، اما برای اینکه شلوغ نشه تصویر و بتونم راحت تر کار بکنم بخش دیگه رو هایدش کردم. فقط دو صفحه اصلی، دو بخش اصلی در واقع کور پلیت و کویتی پلیت رو آوردم. این دو بخشی که برنگ بنفش و برنگ قرمز هست رو آوردم. اما تو محله بعدی چون کم کم نیاز دارم که با این صفحات کار بکنم، این بخش های کفشک و ساپورت رو هم اضافه کردم. ساپورت ها بخش هایی هستن که صفحاتی هستن که پشت کویتی پلیت و کور پلیت قرار میگیرن، نکنید نظیر این صفحه. حالا من بخوام یکم زوم بکنم احتمالا بهتر اینجا مشاهده بکنیم. ملاحظه بکنید این صفحه پایین بهش میگن مثلا ساپورت کور، ساپورت مربوط به قسمت کور یا کور ساپورت، و این صفحه که به رنگ نارنجی، نه این صفحه بالا نه، صفحه دوم از بالا، صفحه دوم، این صفحه رو بهش میگن مثلا کور مربوط به کویتی یا ببخشید ساپورت مربوط به کویتی یا اصطلاحا کویتی ساپورت، که این دو صفحه پشت سر صفحات اصلی قالب قرار میگیرن برای اینکه حرکت پین ها رو بتونن به درستی به خوبی کنترل بکنن. پس من اون دو تا صفحه رو که حالا قبلا هاید کرده بودم الان شو کردم که شما مشاهده بکنید و سایزش رو هم تغییر میدم. سایز اینها هم قابل تغییر و قابل اصلاح هست که حالا بعدم تو نمسات که من تو خواهم گفت. و قسمت بالا رو بهش اصلا میگن کفشک. ما دو تا کفشک هم داریم به نام ستینگ و کلمپینگ که کفشک ها هستن، بخش بیرونی قالب هستن. نکنید سایز این بخش ها معمولا بیشتره، اون گزینه اوورهنگی که در تعریف سایز قالب داشتیم برای این استفاده میشه که قالب میمقدار این صفحاتش میمقدار بیرون بزنه که اگر احیانا قالب ضربهی بهش وارد شد یا سقوط کرد از جایی، این لبه ها بتونه جلوی ضربه به بخش داخلی قالب رو بگیره و بخش قالبی آسیب نبینه. به این خاطر میداریم اوورهنگ یا بیرون زدگی داره برای اینکه از قالب بتونه محافظت بکنه. خب پس من کفشک رو هم با تغییر سایزش وارد صفحه مونتاژ میکنم. و بخش بعدی که اضافه کردن اسپرو بوش یا به اختصار اسپرو، مواد مذاب. من توی این تصویر شاید بهتر بتونم این رو برای شما نمایش بدم که نگید مواد مذاب بعد از اینکه از ماردون خارج میشن، در انتهای ماردون
وارد یک در واقع ناظری داره که از طریق این ناظر وارد پروز وارد فضای قالب میشن. این ناظر رو اینجا از این قسمت بهش به بعد بهش میگن استران اسپرو. مواد مذاب از قسمت اسپرو وارد محفظه یک قالب میشن. این قسمت بهش میگن اسپرو بوش یا به اختصار اسپرو، که تو این قسمت من این اسپرو رو جاگذاری کردم. در جریان باشید که برای قالب های چند حفره‌ای مثل حال این قالبی که الان من دارم، اسپرو باید انتهای اسپرو مرز جدایش بین دو صفحه قالب باشه، یعنی دو سمت قالب که دو سمت کور پلیت و کویتی پلیت، این دو سمت در واقع انتهای اسپرو باید اینجا باشه تا بعد تو مرحله بعدی که مواد مذاب میاد از طریق اسپرو وارد فضای قالب میشه، بعد از طریق کانال هایی که ما تعریف میکنیم توی قالب توزیع میشه. من دوستان من یک زمان گرفتم، الان صدا و تصویر منو دارید؟ اوکی دوستان، من زمان گرفتم از حالا دوستان سایت ایوند و من خیلی سریع این رو تمامش میکنم. حیفه که تا اینجا رفتم، تا آخرش من سریع برم، یکم دورم دور آموزشم باید سریع بشه که در واقع بتونم مطلب رو تمام بکنم. اینم داره ذخیره میشه، داره سیو میشه. اگر احیانا شما جاییش رو صدا رو نداشتید یا مشکلی از این جهت یا قطع شدید، قطع شد مشکل نداره، من این رو حالا ریکوردش رو دارم خدمتتون ارسال میکنم، ان شاءالله مشکل برطرف خواهد شد. خب برم بخش بعدی. اینا که بعضی که من اسپرو رو اضافه کردم به قالب، باید بیام راهگاه ها رو تعریف بکنم. نکنی راهگاه یا رانر اصطلاحا مسیر حرکت مواد مذاب داخل قالب پلاستیک ما هست. من اینجا حالا چون یک قالب دو حفره ای داشتم، مسیر بسیار ساده ای داره، یک کانال افقی بسیار ساده. حالا این چون دو حفره ایه، اگه مثلا قالب چند حفره ای بود خیلی مهم میشد که دقیقا این کانال های عبور مواد مذاب توی قطعه چطوری باشه. نکنی یک کانال بسیار ساده، حالا مثلا نیم دایره شکل، یک نیم دایره داریم در سمت کور، نیم دایره در سمت کویتی، و چون حالا من می‌خواستم داخل رو نشون بدم، بخش کویتیش رو هاید کردم که شما بتونید داخل رو مشاهده بکنید. مواد مذاب وقتی از اسپرو میاد، برای اینکه بتونه وارد این کانال‌های عبور مواد مذاب بشه، من اینجا یک خزینه براش با تعریف بکنم. اصطلاحا بهش میگن خزینه یا حوضچه مواد مذاب. مواد مذاب میاد داخل این خزینه قرار میگیره، به واسطه فشاری که پشت این مواد مذاب هست، من واقعا این خزینه رو اومدم پخ زدم داخلش رو چمفر کردم که مواد مذاب در اثر اون فشار بتونه از روی این چمفر سر بخوره بیاد بالا و از طریق این کانال‌ها وارد محفظه چی بشه؟ وارد محفظه قالب‌های محفظه قالبمون بشه در واقع و این فضا رو پر بکنه. پس این ناگه این همه اینها رو بهش میگن اصطلاحا فیت سیستم، یعنی بعضی این که مواد مذاب از اسپرو وارد میشه، از اسپرو میاد وارد خزینه میشه و از خزینه چیکار میشه؟ میاد وارد کانال های مواد مذاب میشه که اصطلاحا بهش میگیم رانر یا راهگاه. حالا راهگاه هم خیلی مفصله، خیلی متنوع، بعدا اگر باز فرصت شد من راجع به راهگاه با شما صحبت خواهم کرد. نکته پس مرحله 14 هم اضافه کردن راهگاه، مرحله 15 هم اضافه کردن خزینه یا حوضچه مواد مذاب. عزیزان فقط این نکته توجه داشته باشید، نکته این مراحل میتونه جابجا بشه، یعنی میتونه مراحل مثلا مرحله اول خزینه مواد مذاب باشه، بعد مرحله مثلا راهگاه باشه. اینا خیلی ترتیب بندیش اینجا اهمیت داره، تو این مرحله خیلی ترتیب بندی اهمیتی نداره. خب مرحله بعدی تعریف صفحات پران هست. نگاهی صفحات پران، ما دو صفحه پران داریم به نام A plate و B plate. B plate صفحه پایینی و A plate صفحه بالایی، که یکیشون کمک میکنه که پران قطعه انجام بشه و یکیشون کمک میکنه که پران، یعنی در واقع صفحات پران برگرده به جای اصلی خودش، به محل اولیه خودش. نگاهی پران ها کمک میکنه که قطعه از قالب خارج بشه و برگردان پران کمک میکنه که صفحات قالب به جای اولیه خودش برگرده و قالب دوباره در مرحله صفر برای تولید قطعه قرار بگیره. بعضی که مثلا به حضورتون که پس این کاری که صفحات پران انجام میده اینه، کاری که صفحات پران انجام میده اینه که
در واقع من اگه اسلاید رو اینجا اسلاید 15 بدیم، قطعه رو از توی محفظه خارج میکنه، پران برگردان ها یا به حساب برگردان ها قالب رو به وضعیت اولیه خودش برمیگردونه، یعنی هول میده صفحات پران برن عقب، میل پران ها برن عقب و قالب رو در وضعیت صفر قرار بگیره. مرحله بعدی عزیزان تعریف سیستم خنک‌کاری یا کولینگ هست. نکنید قالب به خاطر این به واسطه این که با مواد مذاب مدام در ارتباط هست، دماش بالا میره و این افزایش دما باعث میشه که قطعه به سرعت، مواد مذاب در واقع به سرعت نتونه داخل قالب منجمد بشه و شکل قالب رو بگیره و این زمان تولیدمون رو میتونه زیاد بکنه. به همین دلیل ما نیاز داریم که علاوه بر این که خب مواد مذاب وارد قالب میشه و دمای قالب بالا میبره، از اون طرف ما باید در واقع این دما رو بتونیم به سرعت کم بکنیم، یعنی مواد مذاب رو به سرعت خنک بکنیم که سریع شکل و فرمی که میخوایم رو به خودش بگیره و بتونه اجکت بشه. تا وقتی دمای قطعه بالا باشه، اگه ما بخوایم قطعه رو اجکت بکنیم، احتمال اینکه قطعه دفرم بشه هست، چون هنوز شکل خودش نگرفته، هنوز مودولیانگش به اندازه کافی بالا نرفته، مودولیانگش پایینه و در اثر فشاری در اثر به واسطه اجکتور پین ها بهش اعمال میشه، ممکنه اصلا قطعه سوراخ بشه، قطعه آسیب ببینه یا دفرم بشه یا خرابی های موضعی دیگه براش به وجود بیاد. به همین دلیل قطعه باید خنک‌کاری بشه به واسطه باز ابزاری که تو نرم افزار داریم، میتونیم خنک‌کاری براش در نظر بگیریم. سایت این نوع خنک‌کاری که برای نرم افزار برای قالب‌ها در نظر گرفته میشه کانال کشی هست، اما کانال‌های مختلفی که ماده خنک کننده که معمولاً آب هست رو از این طرف قالب وارد میکنه و از طرف دیگه درین میکنه و خارج میکنه. حالا این آبی که خارج میشه میتونه بره توی مثلا کولینگ تاور توی کارابی پروسه‌ای دوباره خنک بشه و دوباره دمای پایین پیدا بکنه و اگر توی قالب میتونم اصلا درین بشه و اصلا کلن از مدار کلن خارج بشه. حواستون فقط به یک نکته باشه، اینکه خنک‌کاری قالب ها معمولا پروسه خاصی داره. حالا من نوع سادش رو اینجا آوردم که کانال کشی بود، ممکنه انواع دیگری هم داشته باشه. یک مثالی که توی این قالب های چند حفره‌ای اینجا داشتیم، من اگر براتون اینجا مثالش رو بزنم، نکنید این فین هایی که اینجا میبینید، این به خصوص تو قالب تکافه باز بیشتر دیده میشه، این فین هایی که اینجا میبینید، این شیار هایی که اینجا میبینید یا لبه هایی که اینجا میبینید، اینها باعث میشه که اینا یک نوع خنک کاریه، یعنی ماد آب میاد وارد این در واقع این بخش میشه و همینطور میچرخه توی این فضا، همینطور میچرخه و از طرف دیگه خارج میشه. حالا ممکنه از یکی از این طرف ها، خیلی مشخص نیست از کجا، ولی از یکی از این لبه ها خارج میشه و تو این مداری که اینجا طی میکنه قشنگ میتونه دمای بالای قالب رو بگیره و دما رو کم بکنه. این یک مدل خنک‌کاریه، این مدل مثلا کانالی نیست، کانال کشی نشده، با این شیارها خنک‌کاری انجام میشه. ولی اون مثالی که من خدمتتون زدم اینجا در واقع خنک‌کاری به صورت کانال هست، با کانال‌های خنک‌کاری هست. حالا اینکه یه سری صفحات ما داریم روی قالب، مثلا همین کفشک و ساپورت ها یا ساپورت ها و پلیت ها، اینها باید حتما به یک شیوه مناسبی به همدیگه متصل بشه که سایت این راهش استفاده از کپ اسکرو یا پیچ‌های اتصال هست. پیچ‌های اتصال یا کپ اسکرو این قشنگ صفحات رو به همدیگه وصل می‌کنه و شما هر وقت که نیاز بود که قالب رو تعمیر بکنید و اصلاحاتی براش انجام بدید، می‌تونید قشنگ پیچ‌ها رو با حالا پیچ‌گوشتی یا با مثلا با آلن پیچ‌های مختلفی می‌تونه باشه باز بکنید و صفحات از همدیگه جدا بکنید برای مثلا برای نگهداری تعمیراتش یا برای هر کاری که دارید، می‌تونید قشنگ صفحات از همدیگه تفکیک کنید و جدا بکنید. اینکه حالا پیچ‌ها کجا باشه خیلی از نظر فنی پیچیده نیست، این چیز خیلی مهمی نیست، ولی خب بهتر اینه که جایی باشه که مثلا در مسیر حرکت آب خنک‌کاری نباشه یا مثلا در مسیر مثلا روی سوراخ‌ها نباشه که قالب بخواد ضعیف بکنه، ولی هر جای دیگه که باشه معمولا مشکلی از نظر مکانیکی ایجاد نمی‌کنه. بخش بعدی اضافه کردن پیچ لیفتینگ یا آی بولت هست. آی بولت یا پیچ لیفتینگ یک پیچی هست که قسمت بالاش یک حلقه ای داره و این حلقه کمک میکنه که ما بتونیم برای حمل و نقل قالب ازش استفاده بکنیم.
بهترینه که این پیت جایی قرار بگیره که قالب در واقع توی اون حالت توازن داره، یعنی یک توازن وزنی داره. میشه این توازن رو از طریق ابزارهایی که خود کتیو در اختیار اون میذاره پیدا بکنیم و تبدیل بکنیم. حالا اینکه این پیچه دقیقا کجا باشه، حالا ممکنه مثلا ناحیه که این پیچه آی بولت یا پیچه لیفتینگ مثلا قرار میگیره، ممکنه روی کویتی پلیت باشه، روی مثلا کور پلیت باشه، خیلی از این جهت اهمیت نداره. ولی مهمه که در وسط هندس، در وسط دفتر، در وسط جرمی قطعه ما باشه، قالب ما باشه، که در موقع حمل و نقل قالب کج نشه. موقعی وقتی میخواد قالب رو مثلا بذاریمش رو زمین، بخشی زودتر بخشی دیرتر روی زمین قرار نگیره که بخواد قالب مثلا دفرم بشه. و بخش دیگه اضافه کردن فنرها هست. ما مثلا اسپرینگ هایی میتونیم قرار بدیم روی برگردان پران ها که وقتی که پران ها به سمت جلو هدایت میشه و قطعه رو از داخل قالب اجکت میکنه، به واسطه نیروی این فنرها صفحات پران برگرده به سمت عقب و در واقع قالب به حالت بلیر صفرش برگرده. میتونیم به جای فنر نکنیم، فنر توی همه قالب ها استفاده نمیشه، توی خیلی از فنرها، توی خیلی از قالب ها فقط پران برگردان استفاده میشه، اما فنرها کمک میکنه که ما پران برگردان نداشته باشیم و یا اینکه پران برگردانمون خیلی با ایمنی بالاتری کار بکنه و توی در لحظه بسته شدن قالب در واقع گیر نکنه، توی وسط فضای بین قالب گیر نکنه و مشکل ایجاد نکنه. دوستان من خیلی سریع این پرزنت رو انجام دادم به واسطه اینکه حالا یه سری مشکلاتی داشت و یه سری مشکلاتی توی حالا پروسه کارمون به وجود اومد. امیدوارم که آموزش‌های بعدیمون این مشکلات نداشته باشه، و خوب باشه و بیشتر براتون قابل استفاده باشه.